اتومبیلی که داری تماشا میکنی ساخت کشور افغانستانه. فشماشیخ ایرانیه، فشماشیخ از این که افغانستان ساخته. سلام بچه ها، سلام بر وقتیتون، خوش اومدید. چطورید؟ خوبی؟ آقا اومدیم چه سراغ چه ویدیویی؟ یک ویدیو جذاب، خیلی من دوست داشتم و خودمون میخواستیم این کار رو انجام بدیم ولی نشد. میخواستیم بریم بچه ها بیرون از مردم ایران، عکس موتور افغانستان نشون بدیم، مردم ایران نظرشون رو بپرسیم چه جوریه. حالا اکثرا میدونن دیگه چیه. یکی از برعکس رفته این کارو کرده و آره چون تو ایران خیلی وایرال شد اکثرا میدونن. یکی از بچه‌ها رفته این کارو کرده، الان لینک ویدیوشون رو میذارم داخل دیسکریپشن. بریم با هم دیگه ببینیم واقعا نظر مردم چیه. چی فکر میکنن مردم ایران؟ یوتیوبرای ایران کلا افغانستان قشنگ 0 تا 100ش به کل ایران و جهانیان قشنگ نشون آره دادن. واقعا نشون دادن. خدایش خیلی کمک میکنه. مثلا الان خیلی از ترک ها موزیکای ایران هستش که مثلا خارج آمریکایی‌ها اینا ریاکشن رفتن یا که وایرال شده، مثلا آهنگ محسن یگانه، اینا خیلی کمک میکنه. بعد خیلی دوستام همون محسن یگانه رو داره. آره 400 خورده میلیون ویو داره. آره. بریم با هم دیگه ببینیم. دمتون گرم، لایک سابسکرایب بکنید. زنگ بزنید سر بزنید به سراغ ویدیو. خب رسیدیم خدمت این دوست عزیزمون، ببینیم که ایشون میتونن حدس بزنن که این اتومبیلی که میخوام بهشون نشون بدم ساخت کجا هست. سلام دوست عزیز. سلام. با حال من نمیدونم فردی که این گزارشو تهیه کرده خودش افغانستانی هست یا نه، ولی با حالش اینه که یه جوری حفظ کرده که نفهمه که ساخت افغانستانی. آره. یعنی لهجه و اینا. خوب هستین؟ میشه شما خودتون رو برای ما بینندگانمون معرفی بکنید؟ خدا، کیانوش حمزه‌ای هستم از اندیمش. آقا کیانوش اندیمش. عزیز. آقا کیانوش، این فیلمی که الان دست شما هست لود کنید برای من پلیش کنید. یه اتومبیل هست، یه اتومبیل اسپورت ساخت یکی از کشورهای آسیایی هست. کشورم کشور دوروبر خودمون، همسایه خودمونه، با ما هم مرز مشترک داره. با ما بیایی بردارم ویدیو. قشنگ بود. آره. کشور هم کشور همسایه خودمون هستش و با ما خیلی داری اطلاعات میدی. بذار خودش حدس بزنه. حالا ویدیو رو که قبلا دیده بودم به احتمال زیاد خطای این مهندس جوان افغانیه که ایران دوره شدی در دوره مهندسی. بچه‌ها ناراحت نشید، داره میگه افغانی ها. نه دیگه اینا بعضیاشون آخه یاد اصلا آره جا نیافتاده واقعا، ولی خیلی جا افتاده. مثلا تو صدا سیما همه جا میگن افغان. آره افغانی که شو ساخت افغانستان. حالا این فیلمو دیدی؟ آره وایرال شده بود بابا. آقا رینو ریاکشن وایرال کرد. جان آره دنبال میکنم. خیلی هم عالی. سلامت باشید. شما میدونید که در کشور افغانستان در خیابون‌هاش کلاً چه جور ماشین‌های تردد می‌کنن؟ والا تا قبل اینکه ماشین‌های بروزی نداشتن، اکثرا ماشین‌های معمولی بودن و اکثرا هم ساخت هندوستان بودن، ولی چند سالی است که از ساخت ایران مثل پراید و سمند اینا دارن استفاده می‌کنن. از پراید و اینا استفاده می‌کنن. نه اطلاعات اشتباهی داره میده. پراید من ندیدم، پراید اصلا سمن شده دیدم، یه تاکسی دیدم سمن، اون خیلی کمه. آره مثلا شاید بعد ساخته هندوستانم یه چند سالیه باب شده، وگرنه همش تویوتاها یا هونده های قدیمیه بیشتر. و خب هست ماشین های گرون و لوکس، ولی خب یه جوری اینکه مثلا دست نیافتنی و یه جوری برای افراد خیلی پولدار و ثروتمنده. یه بچه ویدیو یه دونه رفتیم دیگه لوکس در این خود رو حتما برید ببینید، اون خیلی ویدیو خفنیه به احتمال زیاد تا جایی که میدونم. خب الان به نظر من در کشور افغانستان خیلی ماشین های بروزی هستن که در داخل ایران هم استفاده نمیشن، مثل تویوتا، مثل لکسوس، مثل تویوتا کرولا. یه فیلم دیگه داخل گوشی هست، لطف کنید شما اون فیلم رو بیارید. بانگاه های ماشین در شهر کابل که میره مصاحبه میکنه و ماشین های مختلف. آخه درسته اینا هستش، ولی خب ما نمیبینیم سطح شهر. آخه الان ایران کمتره یا یه جوری مدل سال ساختشون قدیمی تره، ولی خیلی بیشتر تو خیابون هستن. آخه نگاه منطقه به منطقه دیگه. الان یه منطقه ضعیف‌تر، الان سمت مثلا کرج، سمت گوهردش میری یا عظیم میری، من نظر من هیچ فرقی نمیکنه، فقط درصدش بیشتر میشه اونجا که زیادتر از این پایینه. آره ولی پایینم میبینی، ولی من تو افغانستان مثلا 10 تا دو تاشون جوریه، بالا مثلا 10 تا 7 تاشون جوریه، 6 تاشون جوریه. ولی خب بخوایم علاوه آپدیتی بگیم، به نظر من ماشینایی که تو افغانستان پیدا میشه خیلی آپدیت تره، انصافا آره جدید تره. دیگه این محدودیت نداره، محدودیت ورود. لند کروز هست، ارزم به حضور لکسوس، همشون هم مدل 2015 2014 به بالا فول آپشن. ما ایران 2017 دیگه تاش بی ام دبلیو سری 7 سوار نمیشه.
اشتباه شد یا من عوض میخوام ندیده بودم دنبال نکرده بودم جالب واسه خودمون و امیدوارم که مسئولین ما هم اینا رو ببینن و یه کمی بازار آشفته بازار سر سامون بدن. الهی میگم چه جوری گفت پراید؟ من خودم پشمام پرایدش دیگه، پراید اونجا نمیره، چیز میره، عراق میره ولی اونجا آره میره. عراق هم میره ولی عراقی هم خودشون فراری هم. من توجه کردم فراری هم بهش میگن عرابه مرگ ایرانی اه. واقعا چیز بی خودیه پراید، ولی باز بقیه ماشتا ایرانی خوب هم. پراید خیلی چیز بی خودیه. خب در خدمت این دوست عزیزمون هستیم که موبایل فروشی دارن در شهرستان اندیمش، رسیدیم خدمتشون. ببینیم اندیمش چیگه اول گفت دیگه، من بهشون نشون میدم این اتومبیل و این ماشین ساخت کدوم کشور است. سلام دوست عزیز. سلام ارادت واسین. ممنونم، سلامت باشید. شما لطف کنید نظرش چیه؟ برای من پلی کنید و حدستون رو بگین که این فکر میکنید که این اتومبیل موبایل فروشی هم داره. آره. دوست تو چرا دیلی داری؟ چرا با تاخیر میگی؟ یه بار میگه اندیمش قبلا گفته بود. نه دیگه من یه فکر کردم تهرانه. نه چون 15 خرداد داشت. آره. آن اومد از اول. حدسی نداری؟ دیدی؟ ماشین ساخت کره جنوبیه به نظر. چه با اعتماد برم ساخت کاله جنوبیه دیدی؟ آخه اونا اینجوری اونج اعتماد برم زود اونیا اینجوری کج و کله درست میکنن. کج و کله منظور فرو رفتگی و بیرون. آره خیلی منحنیش آره. میکنن ماشین ساخت کره جنوبیه به نظرم. حالا یه حالا چرا کره جنوبی؟ گوش بده، کلا ساخت منظورش آسیای شرقی، به خاطر اینکه حالا کلا ماشینا که آسیای شرقی بخصوص اون چند سال اخیر چین و کلا این کشورا میذارن، نه چشاشون واقعا چشم بادومیه، کشیده است. به خاطر این شاید اول نظرش بود، ولی خب این یک ترند جهانی شده تو بس موترسازی. آره و اکثر خودروسازا اینجا الان بی ام دبلیو سری 7 هم دیدید دیگه 2023 شو عکسشو ببینید قشنگ چراغاش این شکلیه، بعد چراغاش هم اومده رو سپر اگه اشتباه نکنم چراغ اصلیاش. ببینید یه اتومبیل، این اتومبیل ساخت یک کشور آسیایی هست، یکی از همسایه های خودمونه، با خودمون هم مرز مشترک داره. مرز مشترک؟ بله. پشماش دیخته آها کلکو پرشی حالا بگه ترکیه. نه کره نیست. ساخت امارات. نه امارات هم خیلی بیا کشوره با ما مرد خیلی بیمه ها همینجوری ول میده بابا یه فیکسی کنید. نه خب دوربین خیلی مهمه، بعضی ها واقعا با دوربین نمیتونن ارتباط بگیرن. زمینی داره از قسمت شرق توی آسیای میانه خیلی کمک داره میکنه. نه من میگه خب اصلا جغرافیاش ضعیفه، به خدا جغرافیاش ضعیفه. نگاه ساخت کره یا ژاپن جایی نمیتونه باشه. حدس آخرت کره و ژاپنه به نظرم. آره یارو خودش موبایل فروشی داره ولی تو فضای مجازی نیست بدونه که چقدر ترند. آخه شاید مثلا این نمیده که آقا اینو بگرده ببینه چیه بر خب. کدوم کشوره بالاخره خب ترند میشه، معلوم میشه افغانستان ساخته. خب دوست از این اتومبیلی که داری تماشا میکنی ساخت کشور افغانستانه. فشماشیخ ایرانیه، فشماشیخ از این که افغانستان ساخته باجید. فشماشیخ کنی اینجا دهنش با همون. آره بریم ادامه دوباره. بله باورت نمیشه. نه بچه این نیشخند این که مسخره اینا نیست، نیشخند این که خاک تو سر خودسازی ایران کنن. حالا با اینکه داره پیشرفت میکنه ولی حداقل طراحی واقعا فوق العاده است، طراحی محترف خالصه. آره خیلی علاقه خود ما انجینیر داش نداری. حالا بچه میگن که تو قطر هم میخواد یه دونه شاسی بلندش رو کنن، ببینیم چیه، یه SUV خفن. خب به نظر تو تو افغانستان چه جور اتومبیل هایی توی خیابوناش تردد داره؟ نهایتش پراید باشه اما ساخت ایران. ای بابا اینه چرا درز من قبل این که اصلا برم تو وادی موترهای توی افغانستان بازم میدونستم پراید ندارم. منم میدونستم. چهار تا تلویزیون ساده هم نگاه کنید اخبارها رو نشون میدن. آخه میدید اینا چرا میگم پراید؟ اینا واسه مسخره کردن خودروسازی ایرانه. واسه چی؟ واسه اینکه آقا میگه آقا این عراب مرگشون رو کل کشورها میفرسته که جمعیتشون رو گنده کنه. نه اما پراید مراید دارن کسی نمید ماشته دیگه ایران صادر میشه تا به اروپا روسیه سوریهش هم استفاده نمیکنه دیگه. یا آقا این تصادف میکنی مسافر. البته نه الان نکو الان ماشته ایران آخه تارا اینا آره تارا نمیدونم الممد نمیدونم اینا رو آره پراید و اینا که دیگه نه پراید الان ساینا و اینا رو همه رو آره ساینا میکنه. مثلا فولشو میفرسته آره فولش ولی دیگه اینا نه این پراید دیگه مرد اصلا جمع من شد. من اگه بهت بگم که هیچ گونه اتومبیل ایرانی در افغانستان تردد نداره چی میگی؟ باورش نمیشه؟ نه باور
یه فیلم دیگه هست توی گوشی اونو پلی کن، فیلم دومیو. یه فیلم هست که مال یکی از بانگاهای ماش ساخت فروش اتومبیل در کشور کابل. فیلمو بزن از اول بریم ادامه. اتومبیل فروشی در شهر کابل که اتومبیل پشماش ریخته دیگه، لکسوس، ارزم به حضور شما، کامارو، لنکروس، بنز. ولی خب بچه‌ها اینو بگم، الان ما شاید ماشین خوب تو ایران پیدا نکنیم، ماشین بیشتر ایرانیه، پیدا میکنیم نه دیگه آقا، قبل ایرانیه. 97 همش میومد دیگه. خب ولی یک نکته هست، زیر ساخت ایران خب خیلی قوی تر از افغانستانه آقا، فقط یا زیر ساخت ایران خیلی قوی تر از عراقه. آره اینو در نظر داشته باش. خب ایران خودش رو وارد کنه دیگه. آره دیگه، یه جوری ببین یه کشوری که زیر ساختش قوی تره ولی خب اینجوری ماشینای خوبی نداره، یعنی هر چیزی وارد کنه میتونه وارد کنه، ولی بعضی پول هزینه کردن الکیه نمیذارم. نه پول هزینه کردن الکی، ارز الکی خارج میشه. نه دیگه خوب، با اینکه من دوست دارم لکسوس داشته باشم 570. بچه این بود ویدیو، اگه دوست داشتید حمایت کنید، کلا ویدیو اینجوری ریاکشن برین، دمتون گرم، لایک سابسکرایب بکوبید، زنگوله سر بزنید، حمایت کنید، نظر خودتون رو خالص کامنت حتما بنویسید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.